شروع کنیم دیگه. خب دوستان، به پنجمین جلسه کلاس کامیونیکیشن استایل رسیدیم و تا حالا اگر یادتون باشه در جلسات گذشته چه نکاتی رو مطرح کردیم؟ یکی که حافظش خوبه، هیچ کدومتون؟ بله بله. نه، این که جلسه آخر ما گفتیم که نه، اون قیچی های کامیونیکیشن بود که گفتیم. ما توی کورس اصولا این رو مطرح کردیم که کامیونیکیشن یکی از مهمترین ابزار در ارتباط ما انسان ها و هم چشمه درد های بسیاریه، هم چشمه درمان های بسیاره. یعنی یک کامیونیکیشن سالم میتونه بسیاری از رنج های ما رو ریدیوز کنه، یک کامیونیکیشن ناسالم میتونه دردهای زیادی برای ما به وجود بیاره، رابطه رو از بین ببره. به این دو انسان گفتیم رابطه یک فرستنده داره، یک گیرنده داره، یک پیام داره. اختلال در هر کدوم اونها میتونه اختلال در کامیونیکیشن باشه. بعد از استایل های مختلف صحبت کردیم که خب تو همین فیسبوک کلاس ها جلسات قبل رو اگر گوش دادید دیگه ضرورتی نداره تکرار کنیم. هفته گذشته از قیچی های کامیونیکیشن استفاده کردیم که مهم نیست کدوم استایل، ما چه سبک. یه تستی دادیم که تو اون تست قرار شد شما استایل و سبک ارتباطی خودتون رو پیدا بکنید که خب یه عدتون کرده بودین یه عده نکرده بودین. هفته گذشته دوباره تست رو گرفتید. ولی صرف نظر از این که ما استایل کامیونیکیشنمون چی باشه، گفتیم یک فرمول در همه استایل های کامیونیکیشن به اصطلاح اهمیت داره، صدق میکنه و اون قیچی های کامیونیکیشنه. گفتیم چیزی که رابطه بین فرستنده و گیرنده رو راحت میبره پیام هاییست که توش ملامت باشه، تهدید باشه، تحقیر باشه، نصیحت باشه، موعظه باشه، مقایسه باشه، سرزنش هم ملامت و سرزنش. بله، گفتیم اینا همیشه ارتباط رو قطع میکنه. یعنی بعد از اون طرف مقابل دیگه نمیشنوه که ما چی میگیم. بین تمام استایل های کامیونیکیشن گفتیم یک عنصر بسیار عنصر مهم و مؤثر و مثبتیه و معمولا کسانی که دارای های سلف استیم هستن، حرمت ذات بالا هستن، از این استایل به خصوص استفاده میکنن. اون استایل چی بود؟ assertive. گفتیم در استایل assertive شخص حقوق خودش رو میدونه اما حقوق دیگران رو هم میدونه، احترام خودش رو داره، احترام دیگران رو داره. برعکس پسیو اگریسیو احساساتش رو قورت نمیده و برعکس اگریسیو احساسات دیگران رو سرکوب نمیکنه. بنابراین از اینجا حرمت ذات و داشتن اون سلف ورد گره خورد به سبکی که ما در کامیونیکیشن انتخاب میکنیم. نکته دیگری که بسیار مهم بود این بود که اگر ما در کامیونیکیشن، در سیستم ارتباطی امپاتی یا همحسی داشته باشیم که سبب میشه تأثیر ارتباط خودمونو چه کلامی چه غیر کلامی بر دیگران بتونیم حس کنیم، اون وقت اون سبب میشه که رفتارهای تخریبی خودمونو کنترل کنیم. از خانومی صحبت کردیم اگر یادتون باشه که گفت دیگه نمیتونم تحمل کنم شیوه ابیوسیو شوهر رو، و شوهر میگفتش که شما از ایشون بپرسی ببینید تا حالا من دست رو این بلند کردم، تا حالا حرف زشت بهش زدم. بعد خانومم گفت نه هیچ کدوم نبود. بعد خانوم اشاره کرد گفتش که من دارم باش حرف میزنم یا دارم یه چیزی میگیم یا به من هیچ کار نمیکنه، ولی یه همچین کاری که میکنه I feel like a dirt، من حس میکنم که یه آشغالم که با من اینطوری رفتار کنه. گفتیم کامیونیکیشن ها فقط کلماتی که بین ما رد و بدل میشن نیستن،
بلکه ما نان وربال کامیونیکیشن داریم، کامیونیکیشن ویا متافور داریم. یعنی چی؟ یعنی شما نشستی با یه نفر دارید صحبت میکنید که اتفاقا یکی از دوستان ما که اینجا هست این اتفاق براش افتاده، با یه نفر داره صحبت میکنه، اون آدم هیچی نمیگه، فقط میگه جواب ابلهان خاموشیست. به همین سادگی. یا یهو شما دارید میگید که آره من دیروز ناراحت شدم، تو به من اینطور 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 گفتی، من اصلا اپریشیت نکردم که با من اینگونه حرف زدی فلان. بعدم چی میکنه؟ ببینم الان ساعت چنده، که شام میخوریم؟ دیسمیسیف، جنگ نمیکنه، داد و بیدادم نمیکنه، ولی میگه همینقدر، نه همینقدر حرفی که داری میزنی همینقدر ارزش داره که اونو فلاش کنیم تموم شه، حالا حرف منو گوش کن، شام چی بخوریم، کی بخوریم. کامیونیکیشن این ابزار. حالا همونطوری که دفعه قبل از دفعه قبل راجع به انواع اختلالات شخصیتی و روحی که هر کدومشون چه سبکی از کامیونیکیشن رو بیشتر انتخاب میکنن گفتیم، نارسیستا معمولا دامنری هستن، حکومت میکنن، وضع میکنن، فرمان میدن و حوصله شما رو هم ندارن، گوش کن دیگه دنبالش هم نگیر. و خب از گروه های دیگه هم همطور به تدریج صحبت کردیم که اگه بخوای روی باز فیسبوک میتونید برید یادآوری کنید به خودتون. اما این جلسه امروز رو اتفاقا آقایی که گفتن این اعداد و شماره ها چیه، برای شماها اون عدتون که انیوگرام رو گرفتید با آقای دکتر حقی دیگه تا حالا مشخص شده. حالا برای اونایی که چند نفر توی کلاس نمیدونن انیوگرام یعنی چی، خیلی خوب، پس کم هم نیست. ببینید انیوگرام یک تیپ شناسیه، قدیمی هم هست و من تو جامعه ایرانی خودم از طریق آقای دکتر حقی با این به اصطلاح دانش آشنا شدم 16-17 سال پیش و تا حالا نشنیدم که کسی جز ایشون از شاگردای گرجیوفی باشه، مراکز گرجیوفی باشه. بنابراین بعد از طریق ایشون من تعداد زیادی از کتابای انیوگرام خوندم، حدود نزدیک 80 تا اشکان چند تا کتاب انیوگرام الان هست؟ خیلی زیاده. 80 تا میست که 80 بیشتره؟ خیلی کتاب راجب انیوگرام اومده بیرون که این چیه، چجوری تیپ شناسی. الان تو کمپانی های بزرگ از این استفاده میکنن در استخدام کردن افراد برای شغلای مناسب. به طور خیلی خلاصه من این رو میگم، خود منم سی دی دارم راجب انیوگرام، ولی که خلاصش اینه، هر کدومتونم علاقمندین، آقای دکتر حقی در اورنج کانتی هم زندگی میکنن هم وقت آزاد دارن برای اینکه انیوگرام رو تدریس کنن بهتون. هر کدومتون که دلتون بخواد من شماره رو می‌نویسم پای تخته که با ایشون انیوگرام رو بخونید و بیشتر یاد بگیرید. ولی به طور کلی انیو یعنی نو، یه تیپ شناسی نهگانه هست. این خیلی مبتدی ما داریم حرف بزنیم، یه تیپ شناسی نهگانه است که تیپ یکش هست پرفکشنیست یا کمالگرا. حالا چه ویژگی هایی داره الان دیگه نمیخواییم بگیم، منتها پرفکشنیست خیلی رایچسنس داره، یعنی رایت و رانگ براش یه خط خیلی مشخص باری که معمولا نگاهش به دنیا سفید و سیاهیه و آدم های بسیار منظمی هستن، رولز رو خیلی خوب فالو میکنن، قضاوتی هستن، جاجمنتال هستن، هم با خودشون سخت گیرن هم با آدم های دیگه سخت گیرن. در نتیجه اینا، حالا چه به این کلاس برمیگرده، اینا یه سبک به خصوص کامیونیکیشن دارن و سبک به خصوص کامیونیکیشنشون موعظه و پریچه. بله، پریچ اند تیچ. خب تیپ یک معمولا آموزش میدن، درس میدن، موعظه میکنن. اینا اونایی هستن که همیشه، حالا خیرخواه هم ممکنه باشن،
ولی میخوام به شما بگم کجاها غلطی و چه کار اگر بکنی درست. این سبک میدونیم با تینیجرا که گوشاشونو میگیرن، ولی هیچ آدمی هم خیلی این سبک رو دوست نداره، چون در این سبک آدم دائم فالساشه که مطرح میشه. به همین دلیل معمولا ما در برابر این تکنیک کامیونیکیشن مقاومت به وجود میاد، پرده درست میکنیم که نشنویم اصلا، یا یه جوری از زیر این گفتگوها فرار میکنیم و در میریم. تیپ یک انیگرام که کمالگرا هست، اگر تو باهاش یه اشتباه بزرگ کردی تقریبا محال تو رو ببخشه، تقریبا محال بتونه تو رو ببخشه، چون دیساپوینتمنت میچسبه به ذهنش و همیشه اونجا حاضر. تیپ دومه. حالا چرا این، خب شما اول میدونی که تیپ چجوری به وجود میاد. ما یه لوح ژنتیکی داریم، Natural Endowment or Genetic Template، اینو داریم. بعد از به موقعی که به دنیا میایم شروع میکنیم به تجربه کردن، بنابراین یک ضلع دیگری به نام Experience به وجود میاد. اکسپریانس یعنی چی؟ یعنی ارتباطات ما از زمانی که به دنیا میایم با محیط اولیه‌مون، که ابتدا مادر و کرتیکره و بعد به ترتیب پدر و اعضای دیگه خانواده و دوستان، و بعد وارد سوسایتی میشیم و همبازی‌ها و مدرسه و پلی دیت و غیره. اینم تجربیات ماست. پس این لوح ژنتیکی با این تجربه با هم یه ضلع سومی رو به وجود میارن به نام مایند، یا اون گونه‌ای که دیگه ما دنیا رو درک می‌کنیم. خب یه ذهنیتی نسبت به دنیا پیدا می‌کنیم. این ذهنیت با این دوتا خیلی رابطه داره، ولی با وجود اینکه از این دوتا به وجود اومده، وقتی خودش به صورت یه عنصر در میاد که تات ما رو، تفکر ما رو تشکیل میده، متاسفانه همون تنک اطلاعاتی میشه که سیچویشنای بعدی رو برای ما قرائت میکنه یا میخونه. این تیکه خیلی مهمه. ببینید اگرچه لوح ژنتیکی ما در تجربیاتی که ما داریم ذهن ما رو به وجود میاره، این ذهنیت اگرچه عنصری بود که از این دوتا به وجود اومد، ولی بعد خودش به صورت یک عنصر مستقل سبب میشه، اون سافت‌وری میشه که پدیده‌ها و تجربیات بعدی ما رو تو دنیا برای ما معنا میکنه. همین کتاب انسان در جستجوی معنا که الان اینجا من چند کپیشو دارم و میدونم که دو نفر تو این کلاس الان میبینم هستین که دفعه پیش گله کردین که چرا پنج تا بود و به شما نرسید، حالا اگر دلتون خواست امروز شما دوتا اولویت دارید، بعد اگه نخریدین، چون اون دفعه گفتم ببین از شرکت کتاب بخرید. بنابراین چیزی که اهمیت داره اینه که اون وقت یه مشکل بزرگی پیش میاد. من دوست دارم اینو اینجا نشون بدم. این هم پرده برداری های ما به همینجا کفایت میکنه. ببینید ما یک سیچویشن داریم تو زندگی، یا مورد یا موقعیت دیده نمیشه، نه؟ خیلی این رنگ این پریده. خب فکر کنی یه موقعیتی به وجود میاد، تمام تجربیات ما یه موقعیت جدیده، بعد یه رفتاری هم از ما سر میزنه، این بیهیویر هم بیاریم اینجا، رفتار از ما سر میزنه، ولی برای اینکه این رفتار در این موقعیت به وجود بیاد، وسطش ما یه افکار یا معناسازی داریم و بعدش عواطف فرم میگیرن. این سیچویشن رو وقتی ما اینجوری معنا میکنیم، احساساتی سبب میشه که ما این رفتار رو میکنیم. خب سیکونسش اینطوریه. به همین دلیل هم هست که ما تو سایکوتراپی
مهمترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که این افکار رو نسبت به همون موقعیت‌ها تغییر بتونیم بدیم یا توش دخل و تصرف به وجود بیاریم. حالا چیزی که اینجا مهمه، این کاری که کاگنیتیو تراپی میکنه انجام میکنه با یکی، ما این ذهنی که به وجود اومد که این تجربیات بعدی رو برای ما معنا میکنه، سبب میشه که ما یه استایلی به عنوان استایل رفتاریمون تو زندگی انتخاب میکنیم. تیپ های مختلف انیوگرام اعتقادش اینه که این اتفاقا تا 20 سالگی از ما یه آدمی میسازه که تو یکی از این نقطه تیپ میفتیم. تیپمون دیگه عوض نمیشه. یعنی من که سه هستم همه عمرم سه خواهم بود، اما سه میتونه، فکر کنید سه رو بذارین تو این اتاق، این طرف دیوارش سه مریض 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 با همه خواسته هاش، این طرف رو بذارین سه روبه کمال و در مسیر کمال و هلتی، این وسط هم دیگه به درجه ای که به این بر نزدیکه یا به این بر نزدیکه میانه. خب این دیگه عوض نمیشه بعد از 20 سالگی، ولی توی این اتاق من میتونم از دیوار ناخوش در اثر آگاهی، در اثر تراپی، در اثر کار کردن رو خودم، در اثر شناسایی به اصطلاح شناسایی عواملی که منو نوراتیک میکنه، منو ناخوش میکنه، از طرف این دیوار حرکت کنم بیام به سمتی که سالم تره. یعنی کار تراپی، کار تجربیات زندگی، کار خودشناسی، کار همه ایژوکیشن، سایکو ایژوکیشن، همه اینا اینه که تو این اتاق من حرکت کنم از یه سمت بیام به این یکی سمت. همین. و حالا خانومی که اومده سبک و استایل کامیونیکیشن هر کدوم این تیپا رو مشخص کرده، کار بسیار بسیار جالبی کرده. من اول تیپا رو گفتم، پس تیپ یک کمالگرا بود که شیوه کامیونیکیشنش پریچ اند تیچ، چون خودش همه رایت و رانگ دائم جلو چشمشه، هر کی از رایت میاد به سمت رانگ میخواد موعظه کنه و بگه. تیپ دو که من اسمشو گذاشتم حسن هلاک، ولی اسم واقعیش هست هلپر اور پیپل پلیزر، کسی که مهرطلبه، میخواد دل همه رو به دست بیاره، پدر خودشو در میاره و معمولا هم دنبال اتنشنه، ولی به هر حال نوع سالمش کمک میکنه، اتنشنم نمیخواد. ولی کن این تیپ که خیلی هم منیپولیتیو هستن، معمولا شیوه کامیونیکیشنش با دیگران دو بخش داره، یکی اکشن که کمک میخواد بکنه به شما، داره به این طریق با شما کامیونیکیت میکنه، دومیش هم اینم ادوایس، باز نصیحت میکنه. حالا میخوام رو اون قیچی های کامیونیکیشن اینا رو داشته باشیم. تیپ سه تیپیه که اچیور، مرکز و هدف و استایل زندگیش و زمانش اینه که پیشرفت کنه. از این بابت من به خوبی تیپ سه هستم. برایش دفینیشن عمر یعنی فاصله بین تولد تا مرگ برای پیشرفت در هر کاری که میکنه یا به اصطلاح ترقی تو هر کاری که میکنه. حالا مثلا برای من accumulation of information is very exciting. تیپ سه بزرگترین ترسش اینه که فیل کنه. خب چون بزرگترین ترسش اینه که فیل کنه، یعنی رفوزه بشه، خیلی از تیپ سه همیشه شاگرد اولن. حالا اگر درس هم نخوام بخونن با تقلب شاگرد اول میشن، ولی که رفوزه مفوزه توشون کم پیدا میشه.
چون فیرشون فیلیره، بنابراین